بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزوه بدر سال دوم در ماه رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم با 300 چند مرد از مؤمنان به طلب کاروان قریش که از شام برمیگشت خارج شدند پس ابو سفیان راهی کاروان را دیگر کرد و شیطان قریش را برانگیخت پس برای جنگیدن با مؤمنان خارج شدند در بدر روبرو شدند و غزوه بدر کبرا غزوه کلان که روز فرقان روز جدایی گفته می شود واقع شد و وقت دو لشکر با هم واخوردند رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگارش را دعا و زاری کرد پس الله سبحانه و تعالی مؤمنان را و ملائکه ها قوت داد که همراه آنها می جنگیدند و الله سبحانه و تعالی آنان را بر علیه قوم کافران نصرت داد و کلمه‌اش را عالی گردانید در بدر از مشرکان 70 مرد کشته شد و از مؤمنان 14 مرد به شهادت رسیدند غزوه قینقاع سال سوم هجرت بنی قینقاع سود را شکستند پس پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را 15 شبانه روز محاصره کردند سپس به حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شدند پس آنان را رها کردند و آنان 700 نفر بودند غزوه احد در ماه شوال غزوه احد واقع شد زمانی که قریش برای از کشته شدگان بدر انتقام گرفتند تقریبا به 3000 مرد خارج شدند و به سوی مدینه آمدند پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا به 70 صحابه به احد برآمدند و از او منافقان جدا شدند در اول روز مسلمانان غلبه کردند سپس الله تعالی مؤمنان را امتحان کرد و غلبه را برای مشرکان گرداند تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدند پس او را مجروح کردند و دندان رباعیش را شکستند و همراه او در آن روز ملائکه ها جنگیدند و 70 صحابه رضی الله عنهم به شهادت رسیدند از جمله حمزه ابن عبدالمطلب مصعب ابن عمر انس ابن نظر انزله غسیل شسته شده ملائکه ها و دیگران بودند و طلحه ابن عبیدالله در روز احد سختی ها کشید تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند طلحه واجب گرداند یعنی عمل کرد که برای او داخل شدن جنت را واجب گرداند رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسلمانان به کوه برآمدند و الله تعالی دستان مشرکان را از آنان باز داشت روز احد روز امتحان و تازه کنی بود در آن الله تعالی مؤمنان را امتحان کرد و منافقان را آشکار کرد و کسی را که خواست به شهادت اکرام کرد و بعد غزوه رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند که قریش بار دیگر برای ریشکن کردن مسلمانان خارج شدند پس رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود جراحتی را که در مسلمانان بود به سوی قریش خارج شدند هنگامی که مسلمانان در همراه الاسد رسیدند این خبر به قریش رسید پس آنان قفا گشتند و به سوی مکه بازگشتند سال چهارم هجری سال چهارم هجری واقعه بئر معونه بود که در آن 70 قاری از صحابگان کشته شدند و غزوه بنی نذیر بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را محاصره کرد تا اینکه الله تعالی در دلهای آنها ترس را انداخت و پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را از مدینه خارج کردند و آید آنها سوره حشر نازل شد غزوه مریسی سال پنجم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جنگیدن با بنی مستلق خارج شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروز گشتند و در راهی برگشتن تیمم مشروع گشت و حادثه تهمت رخ داد زمانی که منافقان ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را در حالی که او پاک و پاکیزه بود تهمت کردند این بر او و رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت آمد تا که الله پاکی او را در سوره نور نازل کرد و تهمت کنندگان از روی حد در ره زده شدند غزوه احزاب سال پنجم در ماه شوال غزوه خندق یعنی غزوه احزاب واقع شد
زمانی که یهود با قریش و هم پیمانشان بر جنگیدن علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانشان موافقت کردند، پس از قریش بنی سلیم، بنی اسد، فزوره، اشجع و دیگر 10,000 جمع شده به سوی مدینه آمدند. سلمان فارسی رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم به کندن خندق مشورت دادند که آنها را از حزب ها حمایه میکند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم با 3,000 نفر خارج شدند و به کوه سلع پناه بردند و خندق را در پیشش قرار دادند و به هم پیمان هایشان بنی قریظه اعتماد کردند، مگر که آنها عهد را شکستند و با حزب ها موافقت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی آنان و حزب ها نعیم ابن مسعود رضی الله عنه را فرستادند. پس با آنان حله را به کار بردند و در بینشان فساد انداختند. سپس الله بر حزب ها لشکر از باد را فرستاد، خیمه هایشان را ویران کرد، دیگ هایشان را چپه نمود. پس باد آنها را به لرزه در آورد و در دلهایشان ترس را انداخت و آنان را خوار و ذلیل گردانید. پس چیزی به دست نآورده بازگشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی بنی قریظه برآمد و در آنان سعد ابن معاذ رضی الله عنه را داور گرفت. در این غزوه سوره احزاب نازل شد. صلح حدیبیه. سال ششم پیامبر صلی الله علیه و سلم به 1400 صحابه به قصد حج و عمره خارج شدند. هنگامی در حدیبیه رسیدند، قریش پیامبر صلی الله علیه و سلم را از درآمدن مکه باز داشتند و با هم صلح بستند که این 10 سال نمی جنگند. پس این برای مسلمانان فتح و پیروزی بود، همچنانی که الله سبحانه و تعالی فرمود: براستی ما برای تو فتح و پیروزی آشکار مقرر کردیم. سوره فتح آیت 1. از بندهای صلح این بود که قریش برای مؤمنان و در آمدن مکه در سال آینده برای ادای عمره اجازت دادند. پس عمره قضا در ماه ذوالقعده سال 7 بود. غزوه خیبر. 20 روز پس از بازگشتن از حدیبیه به سوی خیبر که در شمال مدینه واقع است خارج شدند. پس یهود را تقریبا 20 روز محاصره کردند. مسلمانان در آن سخت کوشیدند. هنگامی که یهود به هلاکت شدنشان یقین کردند، از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست صلح کردند. پس با آنان بر نگه داشتن خونشان و از خیبر تنها با لباسهایشان برآمدن صلح کردند. سپس آنها را به کار کردن در زمینشان بر نصف حاصلی که خارج می شود به کار گرفتند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.